دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت افغانستان در بررسی شماری از پرونده ها و پیگرد قرار دادن شمار از متهمان ناکام بوده است. دو قضیه از سال 2019 میلادی از پیگرد باز ماندند. این ناکامی حکومت افغانستان را نشان می‌دهد که افراد قدرتمند از بهر انجام جرم‌ها حسابده قرار نمی‌گیرند. قضیه نخست از کرام‌الدین کریم است که با وجود متهم شدن بازداشت نشده است و دوم بازداشت نشدن متهمان بهره‌گیری جنسی گسترده از کودکان در لوگر است. از میان ده‌ها پرونده، از چگونگی بررسی‌ها درباره پرونده نظام الدین قیصاری، اتهام‌های بهره‌کشی جنسی در ارگ ریاست جمهوری، پرونده جنرال دوستم، معاون نخست رئیس جمهور و چندین پرونده بزرگ دیگر ظاهراً خبری نیست. لویس هارون‌ولی بسیار زیاد تحت تاثیر سیاست‌های حکومت است و بنابراین دلیل نتانسته که قضایای فساد را به شکل مستقلانه پیگیری بکنه. اما لویس هارون‌ولی درباره چگونگی بررسی شماری از این پرونده ها اطلاعات به دست نمی دهد. چنانکه بر بنیاد سند رسیده به طلوع نیوز، جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، از سوی این نهاد ممنوع الخروج شده است. اما لویس هارون‌ولی تا کنون در این باره خاموشی اختیار کرده است. در یک حالت مطلق فرا قانونی و فرا مسئولیتی قرار داریم و یک انارشیسم مطلق است. در این میان شماری از شهروندان کشور نیز از کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لویس هارون‌ولی انتقاد میکنند. در نظام جزای افغانستان مرجعی وجود نداره که از هارون‌ولی بپرسه که چرا شما با قضیه های بزرگ رسیدگی نمیکنین یا اینکه وظیفه خود و تکلیف خود نسبت به این قضیه ها روشن نمیسازین. پیش از این منابعی به طلوع نیوز گفتند که بیش از 3000 حکم بازداشت افراد به اتهام‌های گوناگون صادر شدند، اما این احکام از سوی نهادهای مربوط اجرایی نمی‌شوند.